محدود. بله بفرمایید. بحث کنین به آقای مدیر عامل. بحث کنم با آقای مدیر عامل؟ نجونم نمیشه، ایشون کمیسیون دارن. تلفن چی گفتم وصل کن به آقای مدیر عامل، فهمیدی؟ بگو پونه پای تلفنه. گوشی حضورتون باشه پونه رو ببینم. بله همونطور که گفتم از رو بون تلفن با من کار داره میشه. چیه تلفن چی؟ جناب مدیر عامل تعظیم از گناه بهت بفرمایید. مگه نگفتم کمیسیون دارم مزاحم من نشید؟ چرا قربان فرمودید، ولی از ما بهترون رو خط هستن. بسیار خوب باشه وصل کن. الو عزیزم سلام، دلم واسط یه ذره شده. از خدا میخواستم که الان تو پیش من بودی. حرف از دل من میزنی جونی؟ حرف از دل من میزنی جونی؟ مگه تو تنها نیست؟ چرا عزیزم، تنهای تنها، جای تو خالیه. جا منم خالیه. خب عزیزم حرف بزن، تعریف کن. چی بگم عزیزم؟ هرچی دلت میخواد من دیگه ساکت میشم، فقط دلم میخواد صدای لطیف تو بشنوم. آه مدیر جونم خوشگلم، با اون اتومبیلی که برام خریدی دیگه پا تو عاشقت شدم. دلم میخواد با دستام پشت تو ماساژ بدم که خستگی الهی که قربون این دست و پنجهات بگردم. مدیر جونم تعظیم از کردم قربان، سلام از کردم قربان. من و تو با هم ازدواج کنیم و به آرزوی یه عمر با هم خوشبخت بشیم. آخه کی میشه؟ قربان مثل این که تلفن اتصالی پیدا کردست. ملاحظه بفرمایید. اخراج اخراج. صحیح هست، احسنت، آفرین. آقایان اعضای هیئت مدیره، تلفن چی اکبر شفاف فردیست خاکی. صحیح میفرمایید قربان، ولی من که خاکی آقایون هستم. ساکت باش. این فرد ناشایست هنگامی که بنده و شما از طریق تلفن مشغول مذاکره درباره مصالح عالیه شرکت هستیم، با کمال بی‌ادبی صحبت‌های ما رو استراق سم می‌کند و این عمل زشت جز جاسوسی و سخنچینی چیز دیگری نیست. بله آقایون. سخنچین بدبختم که قربان هیزم کش است. بفرمایید. اتفاقاً یکی دو بار هم اسرار تلفن بنده رو به گوش خانمم رسونده و اسباب زحمت منو فراهم کرد. منم تایید میکنم وجود همچین کارمندی در این شرکت عاقلانه نیست، خطرناکه. با اجازه آقایون، این تلفنچی مبالغی به صندوق شرکت بدهکار آقا. هر روز مساعده میخواد آقا. فیلمثل دیروز که 16 برج بود آقا، برای 16 بار مساعده گرفت آقا. یک پدری زده بیادم آقا. قربان ملاحظه بکنی؟ تهدید میکنه آقا، توهین میکنه آقا. آرام بگیرید آقا. آقایون بدین وسیله پیشنهاد میکنم تلفنچی اکبر شفاف به علت صالح نبودن از کار بر کنار بشه. هر کسی با اخراج اکبر شفاف موافقه دستشو ببره بالا. من هم موافقم. Oh,
چی اکبر آقا؟ چرا قنبرک ساختی؟ هیچی باز آوردم و از شرکت اخراجم کردن، هرچی هم پیکار میگردم پیدا نمیکنم. ایوا اخراجت کردن؟ همین؟ خب بله اخراج میکنن همین. پس تکلیف اجاره خونه من چی تو میشه؟ گوش کن داداش جون، من یه بی بزنم، من قراره در اومدم همین سم نارسه شیست که بابت این چار تا خشخرابه استو میسونم. خدایی نکرده زبونم لال دیر و زود نشدم. نفر تابا جی، اگرم دیر و زود بشه سوخت و سوز نمیشه. خب خدا کنه، خدا بگم چی کارت کنه مرد؟ تو وقتی سر کار بودی اینقدر به بقال، به قصاب، به کاسبکار، به نوبا نسیه بالا آوردی که صدای همه رو درآوردی. حالا که بیکار شدی نور حالا نوره. مردی شرون قدمه تو رو ببرن. 15 سال اندی است که تو قدم به خونه داداشی زبون بس و بیچاره من گذاشته. غیر از نک به تو بدبختی چی چی براش آوردی؟ از قدم من نیست که همیشه هشتش گره نهشه، از بیارزگی خودشه. حالا دیگه من بیارزه شدم؟ البته اگه بیارزه نبودی دختر قلم بنا رو نمیستی. پس خیال داشتی دختر حاکم ولایت رو بسونه؟ پس چی؟ اگه تو چیز خورش نکرده بودی براش دختری میستدم از بزرگون که یک عالم جهاز داشته باشه، نه فقط مثل تو یه زبون دراز. نگی من کم جاز داشتم. حالا پورشیم اگه دیده باشیم، داشتی و نداشتی چادر سر تو داشتی، آیه جف عرسی لنگه بلنگه که 30 روز خدا یکیش نو هم میخون آیه کیشم بسید سی نمیزه. تسیدت رفته، خودت بگو چقدر جازم رو بردی و فروختی و خرج اینا کردی؟ خرج اینا کردم یا خرجی مداوم خودت کردم که بچه دار بشی و نشدی؟ مگه عیب از منه که بچه دار نشدم؟ پس عیب از منه؟ خب معلومه، تا وقتی جوان بودی گفتی بچه دار نشیم تا وضعمون خوب بشه. هرچی سب کردیم وضعمون که خوب نشد، اما تو پا به سن گذاشتی، حالا دیگه یه پای کار میلنگه. خدا رو صد کروشو که جانبی من نمیلنگه، خودت هم میدونی که اگه پیرم رو میلردم به صد تا جوان میارزم. کجاد پیرست داداش جون؟ تازه اول چلچلیده دست رد دیگه. اگه از زیر بازار چه رد میشی مواظب خودت باش. کاسب کاره دیگه کار باسته خونشون رسته، مخصوصا اون داشته در قصد بذاری زمین بینم بازم افتاد پشت کمده من عقص شد. بس اینکه زوارش در رفته. بابا جون زوار که به این زودیت در نمیره پسر خوب، تو اونجا سر پیچ محکم کوبیدیش به دیوار، واسه همین شاید لولاش لق شده باشه، گرچه لولا باست یک کمی هم لق باشه. آه ممکنه. بیا یا علی بگو بلندش کن. علی شاید نست خواب چقدر سنگی شد یه دفعه. ببخشی دوستا، دکون داشت حیدر قصاب اینجا؟ آره درسته. درسته بذاری نزیمین بابا، بذاری زمین که همینجا بیا دست شما لنده مال هر دادون باشه. خیلی هم ممنون. به سلامت. مبارک زیر کارش چی باشه؟ آه بالاخره هرچی که باشه دیگه 145 تومن که میارزه بابا. خیلی بیشتر از اینا میارزه. سلام، چی داره سالی شما؟ این تو چی کار میکنی؟ ملاحظه این بر من که تو کمودم. بیا بیرون ببینم. سه ماه یازگار است که از ترسی بدهید آفتابی نمیشه، یعنی که مسافره زفته بودم جونی شما. جونه پدرت، حساب برنج روغن ما رو چرا نمیدی؟ ما کی برنج روغن خوردیم؟ همش نون و پنیر گرمش خوردیم و تو هی و هم داری برنج روغن پا ما مینویسی؟ سه ماه که همه کاسبای بازار چرا منتر خودت کردی؟ الان پولش میکنم یالا تطبیبه کار ما توی چیجا؟ خرخره ما ولکون بذار بده کار نفس بکشه. برای بنا ببینم ول کردی؟ حالا راحت شدم. طبق قانونی جدید با بده کاری که نداره بده کاری ندارم. قربون شما حواسم هم پرت سا داشت. حیده تو نمیری به موهای کرم علی خان قسم. شما که مو نداری به مرگی خودی کرم علی خان قسم. برم میرم دنبال یک پولی گنده، اجازه بدین برم این دفعه که برمیگردم با پول برمیگردم و حسابی همه دونه سر راست میکنم. قربون شما. خب کی برمیگردی؟ کی کاری شیطونست. اگه تا غروب بر نگشتم تا فردا غروب بر میگردم، اگرم تا فردا غروب بر نگشتم دیگه دیدار به قیومه.
این یارو عجب حق بازیه ها. میگه دیگه به چنگم نیفته. به سلام علیکم اون قسم چه توریش میگرم. سلام جعفر خان. سلام اکبر آقا. ببخشید کبریتت بدونی؟ بله بفرمه. قربونی دستت. سیگارم هم تو گذاشتم. سیگار کت بده دونیز؟ بند بند قربونی دستت. ببخشید میگم و عرضشت که کار کت بده دونیز؟ یه سری به خودت بزن. مگه باز بیکار شده؟ آره چکار کنم پیرو جونشونو بعد. والا من کاری که به درد تو بخوره سراغ ندارم. خب خدا کری. سلام. جعفر خان یارو کی بود؟ رئیس بانک، سرپرست باشگاه جالینز، مدیر کل انجمن حمایت معلولین، رئیس سازمان دوچرخه سواران استان، سرپرست کتابخانه است، مدیر عامل کارخانجات مشروبات الکلی و در عین حال رئیس انجمن مبارزه با الکل هم هست. بیچاره بنده خدا با من هیچ فرقی نداره دا. هم غریب است که جفتمون از بیکاری دیگ میکنی. جعفر خان تو رو سری جد و گفکی بر ما بکن. بد جوری من دست و بالم تو پوسته گردو است. خودت میدونی بیکاری و نداری خب بد دردیه. میگه من چه کار کنم؟ اگه چهار تا کلم زبون انگلیسی میدونستی الان دست تو بند میکردم پیش یه توریست خارجی. توریست؟ بله. چه چیه؟ او توریست دیگه. توریست یعنی آدم هایی که از خارج و داخل میان آثار باستانی رو تماشا کنن. اگه زبون میدونستی نیستی سلام پیش یه خانم فرنگی که راهنمات بکنی. چی میگه من فرنگی نمیدونم؟ میخوایی مثل بلبل برای چهچه بزنم؟ نه بلبل خودمون ها، بلبلی انگلستون. فرما. Yes, no, very good. Mommy, excuse me, that guy, do you need this? This one, his name is Akbar. Hello, mademoiselle. Hello. Hello, how do you do, Mr. Akbar? Chichiri. Good. بذاری من دورتون بگردم. شما چرا یه وقت سرتون گیج میره؟ What did you say? Yes, no, very good. Yes, no, very good. What? Yes, no, very good. عرض کردم یعنی شما چی گفت آقا؟ من عرض کردم شما خیلی خوشگل، یعنی مامانی، یعنی تو دل برو چی قشنگ. بسیار خوب. من شما رو قبول کرد و روزی $5 شما از من گرفت و برای من راهی نشد. اوکی اما اسکی. Good morning. Good morning. Where is my guy? He's waiting for you. Oh, yes. Thank you. Hi. Hi. Ahoy, mademoiselle. Good morning. Yes, no, very good. Good morning. یعنی درست که شما حاضر است. بفرمایید تو منم بیام. عجب کلگی هستی. Yes, mademoiselle. بفرم بالا. Very good. بسم الله. نوازور چیه؟ آتیش کن بریم اینم. برو برمه ای دوشا. Very good. من پس در اصفهان از هر چی دید یک کتاب میدید. خیلی خوب بنویسید. شما لازم بود به من کمک کرد. در خدمت دون حاضرم مادمازل. اینجا رو بهش میگن چل ستون. چل ستون؟ Yes, no. اونم سخت بشه. یه عکس بگیریم بیان تو بقیه رو برادون تعریف کنم. اینا هم ستون های شد. حتی میخواییم عکس بگیریم. آقای دیلمک من این تو فهمید که شما انگلیسی ندونست. Yes, no, very good. اشکالی نداره. شما کتابتون رو فارسی بگیریم. آیا لازم هست انگلیسی نوشت؟ شما کتاب فارسی نوشت. فارسی شکر است. من در کالج امسترام درس خوند فارسی کم یاد گرفت. اما کتاب کاست انگلیسی نوشت. خاطرت جمع باشه فاطمه. نتونستی خودم برات بنویسم. شما فعلا از مناظر در دیوار عکس بگیر تا Yes, no, very good. آها اون برم هست. اون برم هست. What's your name? ببخشید اسم شما چی هست؟ اسم من اکبره. آه مستر اکبر. مستر اکبر کیه؟ فقط اکبر. آره فقط اکبر. فقط اکبر کیه؟ اکبر خشک و خالی. آه حالا فهمید. اکبر خشک و خالی. لا اله الا الله.
مادمازل کاری نکن که دستت سرمو دنگ بکوبم به این ستون و خودمو گریه داره باستان شناسی بندازم ها. شما لازم گوش کرد به من. اوکی لکو. خب اگه میخوای به نزدت بذاری یا به نگو مستر اکبر، بگو مشکی اکبر. خب مشکی اکبر جب حکایتیه. نه بابا مشتی. خیلی خب منم گفت مشکی. کنی ما پولی زیارت دادن زیت ما رو مشکیمون کرد. خاک بر اون سری من کنم. یکی نیست به من بگه بعد که نونت نبود آبت نبود دیگه دیل مات شدنت چی چی بود. تکن نکرد شما قیافه خیلی کندیده شد. من کست از شما عکس انداخت. پس بنداز. سلام علیکم. این 10 دلار مزد دو روز شما هست. دست و پنجه شما درد نکنید مادمازل. خیلی ممنون. صبر کنید مادمازل. یه سنووری گود شما بخیر. یعنی مرحمت شما زیاد. آره جان. آره نباشه. آره نباشه. امروز هم مثل دیروز با دیلمج کت برای دیدن و خرید رفت. فروشنده ها خیلی گرون فروخت، مشتری چانه زد، بعد سر مشتری کلا رفت. من نفهمید این چانه زدن یعنی چی؟ چی چی رو میندازی بیرون؟ سگه کی باشی؟ پیر افریته، مگه شرشر هرته میندازم بیده؟ هرت یا غیر هرت؟ چار دیواری و اختیاری. حالا ببین چه جوری بیرونت میندازم. فردا که رفتم عدلی و آرز شدم از جلو پلاس تو ریختم بیرون، اون وقت میفهم. بابا تو جلو پلاس منو بریزی بیرون؟ هنوز از شکمه نانه سایده نشده فهمیدی؟ بابا اصلا تو چه خبره؟ چه چار تو خش خوابه که دیگه این حرفا رو نداره. همینش هم اصدار دختر قلم بنازیه. آه چی تو شد اسم نیست شب یک قیل و قال میکنی دا یه چیزی رو دنبال میکنی؟ هیچی دو تا پاشه کرده توی یک کفش اجاره خونه رو میخواد. قباحت داره بابا جی. همه 4 تا 44 روز اجاره دقب افتاده ایسا. یه 3-4 سال دیگه هم دندون سر دیگر بذار یه کاسه حساب میکنی. خیلی خوب ترش نکن. بیا الان بده یه چیزی علل حساب میدم تا بعد. حرومت باشی ناش به حروم. داداشی جون خودت قابلی نداره و منزل منزل خودت است. حالا که من دست پاچه نیستم بیا بسون آقا براده. این چی چیست؟ منو دست انداخته بلا. آره بلاخ چی چی؟ بده من فرده صرافی خوردش میکنم و اسکنازی پشکلی بهت میدم. شب به خیر آبا جی. منزل خودت است قابلی نداره. چیه؟ ببین اینجا رو بفرمایید. چشم چاچرین خونه زار کجای کاری اکبر آقا؟ کلاتو بزو بالاتر. برو عقب ببینم. خب به چا چی دارم؟ دست شما رو میبوسم. اختیار داری رو ماشون رو میبوسم. خب خیر باشه چالله. فرمایشی بود؟ این خرت و پرتا مال به چاست. 2000 تومن به من قرض بدین. 2 ماه نزولش چقدر میشه؟ میشه 150 تومن. درسته؟ خودتون درستین. الان براتون میشمارم. اسکناساش خیلی نوبه است به همی چسبت. 1 و 2 و 3 و 4 و 5.
ماشالله هزار ماشالله خیلی خوشگلی. کی؟ آقا کی خوشگله؟ چی؟ چی گفت؟ گفتی هزار ماشالله خیلی خوشگله. من گفتم؟ آره؟ نکنه کاسه ای زیر نیم کاست باشه. بله؟ نه بابا اگرم من گفتم که تو رو گفتم. چه عجب چه عجب چه تو شده امشب فیلت یاد هندسون کرده. اوه چه بو پیاز میده، تو پیاز خوابیده ای ضعیفه. آخه زور آب گوشت درست کرده بودم. بوی تو پیازه؟ تو پیازه شام دیش شبمون بود. واره پری روزم کشکه با دمجون درست کرده بودم. خلاصه با بو هنات آشغالی میده جز بوی زن. حالا ما به هم زدیم، بلند شد دل رودم به هم خود. تازگی ها انگار از دماغ فیل افتادی. میدونم چه زیر سرت بلند شده. اگه خدا بخواد مشتو میگیرم و حق تو کف دستت میذارم. نفهمیدم جوابم کرد. بله حالا کجاستش؟ صبح اول با خودی تنهایی رفت، من براش تاکسی گرفتم آرف میدونی شا. آرف میدونی شا؟ بله. خب قربون تو، متشکرم. خوش داری 5 تومن کاسبی بکنی؟ بایست ببینم به دردی سرش میازه. اصلا دردی سر نداره، 4 تا فوش میخوری و 3 تا چک و 2 تا مردنگ. نوش جونت همین پیش پات صرف شده. اینم خودش یه جور کاسبیه. میشه بشینت نه بگوی چه کلکی تو کار داشت؟ چرا نمیشه؟ گوش کن، من یه زنی فرنگی رو بهت نشون میدم، وقتی که من اشاره کردم میری جلو و ساکشو میزنی و الفرا، بعدش هم من میدونم دنبالتو میگیرمت. بایست یواش در بری که بهت برسم. و وقتی هم گرفتمت چند تا چک و سیلی و اردنگ و فوش و اومد 5 تومن رو میسونی و فلنگو میبندی. 5 تومن رو پیش میسونم. چه سوخته اون سنیشا. خوب نگاهش کن ببین. بیا من رفتم، تو هم دنبالی من بیا. بازم به پاشستی پا تو چشت نره، مردشون چشا کوری چش داره دو ببرم. باد بزر کتی سلام، حالی شما چی داره؟ آقای مشکی. آخ جون مشکی به فدایت.
مشکی من به دربان هتل گفتم بله بله. با شما هیچ کار نداشت. چرا کار نداشت؟ آخه میگه از من چه خطایی سرزده است؟ من که در کوچیکی شما حاضر بودم و هستم و خواهم بود. مشکی من بله. کار خیلی مهمی در پیش داشت. بله. باید یک راهنما خیلی با تجربه با من بود تا تونست کتاب را تمام کرد. بله مثل خودی من که با کمک من انشالله بتونی کتابت را تمام کنید و برگردید. بله. باید گفت من خیلی خیلی متاسف هست که نتونست شما را برای دیلمج کد انتخاب کرد. نه نتونست. خیلی خوب پس دیگه به خدمت گذاری من احتیاجی نیست. نه خیر نیست. بسیار خوب خدا حافظ مادمازل کاترین رضا خداست. خدا حافظ آقای مشکی. خدا حافظ شما. بای بای مرحبت شما زید. هلپ هلپ کمک کمک آقای مشکی شما باید به من کمک کرد. مشکی من از شما خیلی خیلی تشکر کردم. تشکر بی تشکر ساکتا گرفتی من دیگه مرخصم. آقای مشکی شما لازم صاحب کرد دیگه. چه فرماش دارین مادمازه؟ من از شما خیلی خوش آمد. خوش آمد که خوش آمد. برو ببینم من هزار جور کار بی خودی دارم. اگرم دیدی به فریادت رسیدم برای این بود که وجدان و مردانگی به من حکم کرد که مشکی به فریادش برس. منم رسیدم. آقای مشکی من از شما خیلی راضی. دو برای مثل سابق دیل مجستیکتم کرد. حالا حقوق شما دو برابر 10 دلار هر روز. 10 دلار اوکی بله باشه. حالا مال امروز داد رد کن بیاد بینم. باشه قبول دارم. چیه؟ واسه مینه؟ مشکی جانه شده چرچره شده به کلی قدری فرنگی رو تو بیا واسه با متوجه شدم. شما بفرمایید با مادمازل چه نسبتی دارین؟ من با مادمازل چه نسبتی دارم؟ چیزشم دیگه دیل ماجشم. اصلا دوستشم. دوستی چیست؟ مردشم. سرپرستشم. اینطور نیست مادمازل؟ این موسیقی نابکار پدرتو می سوزونم. مشکی شما دانست که من پول نداشت. حالا دیگه من مترجم و دیلمج نکست. اختیار داریم مادمازه. ما همونجور که دیلمجی دوره پول داریم بودیم دیلمجی دوره بی پولی دونم هستیم. آره ده از وقت آقای با منه تشریف داری لطفا. سب تشریف باشید. چشم بفرمایید. شما راهنمای مادمازل کاترین هست؟ آره خودمم. این صورت حساب هفته گذشته مادمازل کاترینه که هنوز نپرداخته. فکر میکنم فراموش کرده باشه. برای یادآوری تقدیمشون خواهم. چقدر میشه؟ 1200 خورده. 1200 خورده؟ بله. لامصب چی خورده است؟ آقای مدیر حالا نمیشه که چند روزی دست نگه داریم؟ متاسفانه مقدور نیست. مادمازل خودشون با مقررات هتل آشنا هستن. هفته به هفته باید صورت حسابشون پرداخت بشه. هفته به هفته؟ بله. آباجی کجای؟ ای داده بیداد آباجی. چی شده؟ کتاتی آباجیم کارش دارم. چیست من اینجا؟ بیا آباجی که گابت زایده. چی تو میگه؟ صبح تا حالا تو کلونتری بودم. گویا دیشب پریشب یا پس پریشب از خونمون یه سرقتی شده است و خودمون خبر نداریم. دیگه آلی. چه کلکی میخواد بزنه؟ داد خدا مرگم بده. چی دوزیدم؟ پس نیفتی ها؟ نه. پولی نقد تو خونه داشتی؟ آره. خب زیاد که نبوده است. چرا سر برج 10-20 هزار تومانی واسه تنخوا گردون از بانک استده بودم؟ کجا قایمش کرده؟ تو مجری. مجری کجاست؟ تو صندوق. صندوق کجاست؟ تو دولاب. دولاب کجاست؟ تو پستو. یه سری به پستو بزن ببین پولا هست. وای خدا مرگم بده. بودو خبرش هم برا داداد بیار. بالاخره این مردک چه حقی داره صبر میکنه نفهمیدم. شکر داداش. 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 دا
که مردی تنگ داشت ادیلم تو دق میکردم درش آقا کن آبا جیمینی پلاچی تو یالا درش آقا کن یا حاضر بیوه زن ها کمک کن یا سید دم حریبه فریاد بره درش آقا کن این پلاس هر جاش هستن نه خدا چیزی بر نداشتم خونت نزده ادام من میدونستم که پولاس هری جشست ده پس چرا نصف عمرم کردی خیل ندیده راستش آباجی من 3000 تومن پول لازم دارم اگه رو راست میخواستم بهت بگم ترسم بهم ندی خب اصلا بگو ببینم تو 3000 تومن پول واسه چی میخوای نمیدونم تو طرفی منی یا طرفی اون من بی طرفم میخوام بدونم واسه چی میخوای یه کاری پیدا کردم که باید حق و حساب بدم تو درست بشه حالیده؟ تو خودتی چی چی خودمم همونی که خیال میکردی منم زن سوسه نایه بذار کارم راه بیفته آبا جیجونم الهی پیشمرگت بشم الهی قضا بلات بخوره توی کاسه سرم کارم راه بنداز خب از خجالت بکش عوض این که کمکی به من بی بزن بکنی 1000 جورم توقع داری آبا جیجونم نزولش تو منی یک قرونم بخوای بهت میدم بذار برم سری کار آخه زشت است داداشی بیکار بگرده در شما کن جونی من یالا برای این که کارت را بیفته بهت میدم اما آخرین وارد باشه دا دابرش بایستی 3 تا سفته 1000 تومنی بدهی تا بهت چون من اخلاقی سگده میدونستم اما سفته ها را قبلا خریدم خب ازداشون کن بینم باشید الهی قربونی شکلی ماهت برم آبا جیجو کارم درست میشه حقوق میگیرم پست بیدم امزا کن دوزه نه امزا نه تو هم نوهاشو بشمارا کنها رو بذار باشید لماگا روز بخیر مادمازل کاترین بفرمایید خواهش می‌کنم من کلینیکی معذرت کاست از شما که صورت حساب هفته پیش هنوز نپرداخت برای من یک پیش آمده بد کرد دوز پول مال من بود شما تونست تا بعد ثبت کرد ولی مثل این که اجازه بدیم همین صورت حساب قبله درسته شما صورت حسابتون رو تا آخر هفته پرداختین چی کس پرداخت کرد؟ راهنماتون مشکی؟ اسمشو نمیدونم همون راهنماتون دارن میان ببخشید شما دونیست مشکی کجا هست؟ آه سلام دادماد ما خیلی متشکرم شما خیلی خوب من برای یه پولی صورت حساب خیلی متشکرم حرفشم نزن اصلا قابل شما رو نداره مشکی شما خیلی خوب هست من با چه زبان از شما تشکر کرد بابا با زبانی شیرین فارسی تشکر کن باز هم متشکرم هست خیلی متشکرم دیگه تشکر بس حساب خجالت هم نده بنداز گلش آتیش کن بریم مادمازل کاتری به غیر از مسجدها ساختمانهای تاریخی که تو شهر اصفهان داریم چند تا هم کلیسا تو جلفا داریم که این کلیسای بانک از همش بزرگتر است بله حالا بفرمایید داریم تو سالنه همه ی انسانهای کوب را نگهدار آنهایی هم که کوب و مهربان نیستن مهربان کن خدایا من را در نوشتن کتاب در ایران در اصفهان موفق کن و خدایا این راهنمای من اکبر مشکی خیلی مده کوب هست خدایا خواهش میکنم اون همیشه سالم باشد در زندگی هیچ مشکل برایش پیش نیاید آمین
کلی به به چه راستی که خیلی تمیزه. میدونی کی همراه دختر است؟ اکبر تلفن چی؟ همونی که از شرکت اخراجش کردی؟ آک تاکسی نیست باید پیاده رفته. چی چی رو تو این تیغی آفتا پیاده رفت هتل؟ هتل دور است، کلی راه است. میگه میشه مازمازه اکبر آقا، اکبر آقا، اکبر آقا حالتون چطوره؟ با منی؟ سلام علیکم. آره چونه؟ اکبر آقا، اکبر آقا تشبیه رو با منی نما؟ اکبر آقا حالتون چطوره؟ چطور شد؟ چطور شد؟ با منی آقا؟ گفتم حالتون خوبه؟ کم پیدایین؟ به جا نمیاریم؟ آقای مدیر عامل هسته. بله بله ماز کردم. سلام جناب. متوجه نشدم. همی داشتیم قربان. میگم که کم پیدایی دیگه اون طرف ها پیش رو پانه که خدمتی شما محبت دارین قربان. سرکار چه بنده از کار معذور فرموندین دو با یک تیپ پای به خدمتی من خاتمه دادین قربان. نه بابا این حرف ها کدومه؟ تو نباید به دل بی گرفتی. بله. اصلا شرکت خونه خودت. به هر حال از دیدار خانم بسیار خوشحالم. آقای معاون. بله قربان. راجع به اخراج آقای اکبر شفاف تحقیق کنید، ببینید چرا اخراج شده و کدوم احمقی درباره ایشون قرض ورزی کرده. خودی جناب عالی قربان. خودم؟ اشکالی نداره، مراجعه کنید تا بنده خودم ترتیب کارتون رو بدم. امیدوارم سعادت یک دیدار دیگه هم داشته باشیم. باعثی زحمتتون قربان شد. ببخشید شرمنده ام. شرمتون ببخشید. بنده در شرکت به تقدیر هستم. خدا حافظ شما. مرحمت شما زیاد. دل محبت فرمایید. بفرمایید. بفرمایید بریم تو. بفرمایید. بریم بالا. هتل شو یاد گرفتی؟ بله قربان. خاطرتون جمع باشه. گفت اتاق چند؟ اتاق 203. بسیار. سلام بی عزیزم ببخشین انگار مسافرمون رفته سرش مکن نشه خدا حافظ مشکی جانی مشکی چرا ما آمدیم هتل من که سردر نیا بود کوتا حالا از این چیزا سر در بیاری فعلا خطر رفت شد بیا بریم اینا نه هتل نشه ببخشید آقا اتاق 203 کدوم طبقه؟ طبقه این سوم. خیلی متشکرم. متشکرم. مادمازل کاترین کار داشتیم اگه باش کار داریم منم باش کار دارم هر آمتونم بالای چه شما از ادب بویی بردین؟ میفهمین ادب یعنی چه؟ حالا ادبت میکنم بیا آقایان اعضای محترم هیئت مدیره خدمات شایان این مرد همیشه جلوی چشمان من مجسم است بسیار شخص صالح و درست مرحمت داری قربان خجالت هم میدین بدین وسیله از ایشان دعوت میشود تا همکاری خود را در این شرکت از سر بگیرند قضیه چیه؟ من نمیدونم قضیه خیلی ساله از وجود ایشون آقای مدیر به جهاتی مفید نشده سایه من که سر در داری بردم چایی میگی دیگه اصلا آقای مدیر اینه که از مدیر فرمودن من که بیا آقایان محترم بدین وسیله پیشنهاد میکنم که آقای اکبر شفاف مجدداً استشه و با یک درجه ارتقاء مقام به عنوان تلفنچی مدیر عامل مشغول کار بشند موافقین دستاشون رو بلند کنید دست برای که موافقین مبارکه هلو آه مشکی شما هست؟ کاترین جونم مجده کارم تو شرکت درست شد آره الان دارم از تو شرکت با طرف بیزنم آه خیلی خیلی خوشحال شد من هم به شما تبریک گفت من الان مشغول نوشتن کتاب هست این خوشحالی حتما در کتاب منعکس کرد خب گوش کن ببین چی میگم امروز دیگه نوشتن کتاب رو بذار کنار میخوام بهت شور بدم میخوام شام ببرمت یه جایی که خیلی خوب باشه جشن میگیریم میبرمت کافه کلید طلایی خیلی خوب جشن گرفت
من این شب تا صبح رقصید، مشروب کرد تا صبح رقصید. اضافه که کنم قبل از عملیات جیمز باندی دستی راست دستی چپ آه پاک شدم، کم کم تو آبم رفتم، زیر شلواری ندارم تنگ شدیست، تو خرج افتادم باز. سلام علیکم، من دازم بریم پانه خیلی اینجا میرن به اون آقا که اونجا نشسته است، بگو تلفن کارش داره، تلفن از بیمارستانه، اون استشا اون که اونجا نشسته. آه نه خیلی متشکرم، بفرمایید یه گلاس مشروم میل کنید. آه نه از من میشنوید خوابیار میل کنید خانوم، شامپاین دوست دارید؟ آه نه تو خواب کنید همه چه اونجا میلید. نه مرسی آقایون، اگه مهلت بدم خودشون بهتر انتخاب میکنن، آخه یه سلیقه مخصوصی دارن. جواب بده، ما شما هستم، جواب بده. الو این لعنه چم که جواب نمیده. ببین باری جان، باید اکبر رو مرسش کنیم و الان موزانه این با من ترتیبی میدم که چشماش آل بالو گیلاس بچیره، ما دیگه توی این مرادارمونو پیر گردیم. صدا میکنم من ماد پاتل، چرا مجلس ما رو گرم نمی کنی؟ شور و حالی نداره. ببخشین چجوری باید مجلس رو گرم کنم؟ منظورم اینه که حالی صفا یقلا یه رقصی چی؟ شما راست بگو مادمازل، آقایون تقاضا دارم که یه رقصی هم چیزی کارشو بگو. آخ نه من خیلی کسته هم، منظوری نیست که شفاف اکبر شفاف. در سرزمین شرق احساس و عاطفه از غرب خیلی بیشتر هست. مرتا نسبت به زن خیلی حرارت نشان داد، من این حرارت حس کرد، اما بین همه مشکی یک چیز دیگر هست
یک مرد بی نظیر. مادمازل، مادمازل کاترین، مادمازل، مادمازل، کجا تا؟ من همان بود، شما لازم هست کمی صبر کرد الان آمد. چشم، صبر میکنم، عجله نکنی، من راحتم، کار ازنو تموم کنی. خیلی های سلام مادمازل، حالتون چطوره؟ سلام، خوب هستم، شما چطور هستین ادای مشکی؟ ببینم شما اینجور لخت و پتین، یه وقت نچنگ؟ نه نه، هیچ اشکالی نیست. خوب شد شما آمد، من به شما کار داشت. نه حالا میشه بفرمایین من چه خدمتی باید برای شما انجام بدم؟ مشکی، من کلی کلی فوری شوهر لازم. چیزی فرمودین؟ میشه یه دفعه دیگه بگو؟ گفت من کلی کلی فوری یک شوهر ایرانی لازم. شوهر ایرانی لازم؟ حالا بیا و درستش کن. اکبر آقا دستت بند شد، الهی تصدقت بگردم، الان شوهر تو جیب بغلی من نیست که به این فوری میخوای. آخه این چه وقتی بیاری شوهرست؟ آخ فوری باید من شوهر داد تا کار من درست شد. نفهمیدم کاردون کجاش خرابست که شوهردون میاد و درستش میکنه؟ چون شما مرد خیلی خوب هست، لطف داریم ما تو نسبه من کمک. آخه چه کمکی بکنم؟ من شما نظیم داشت آقای مشکی. شما چمچه منو حالی به حالیم کرده. گوش کرد آقای مشکی، اگر کار من درست نشد همه چیز خراب شد. خب حالیم شد، تفلکی حوثی مرد کرده است، دستگیرم شد، چشده ببن الان خودم ترتیبش رو. آخ نه نه اینجور نه، شما نفهمید اصلا من چی گفت. پس شما چی گفت؟ درست حالیم کن ببینم چه دردی به جونت افتاده زن. ای بی همه چیز، اومده بودم کیفو پس بدم، اما حالا که اینجوره پس نمیدم پدرتونم در میارم. بالاخره من سر در نیوردم، بگو ببینم چت شده. آه اقامت مال من در ایران تمام شد. خب کس تجدید کرد؟ اداره گفت نشد. حالا کتاب هنوز تمام نشد، 8 ماه باید اصفهان صبر کرد کتاب نوشت و تمام آرزو مال من در زندگی فقط هست این کتاب. اگر موفق نشد من دیوانه شد. من لازم برای اقامت حتما یک شوهر کرد، حتی اگر شد شوهر مصلحتی و موقت. بگیرش سر شد خودشی. شما توقیف هستین آقا، با من کلانتری بیم. خب ادامه بدید خانم. جناب سروان، جناب سروان، مدتیه که بو بردم زیر سر شوهرم بلند شده، زاقشو چوب زدم، بالاخره فهمیدم آقا با یه زن فرنگی ریخته رو هم. تو قسم میخوری؟ بله، با این جفت چشم دیدم، دیدم که تو اتاق دختره بودی. خیلی خوب باشه. آره. حالا که اینطور شد مرگ یه بار، شیونم یه بار. بله دوستش میدارم، میخوام بستونمش، خلاص شده رفت. بله بله تو غلط کردی، مگه شرحته؟ دلیلی محکم پسند دارم خانوم. جناب سروان، زنی من نازاست، آخه پدر آمرزیده، منم دل دارم، میخوام پدر بشم. بس پدر و بچه نرم، میخوام بچه دار بشم، میخوام اولاد گیرم بیاد و جامو بگیرید. حالا خدا چی خلطی کردی که اولادت نکنه؟ جناب سروان، اینجوری داره دودمانم از بین میبرید، نسلم از روز نیم ورداشته میشید. ما تو این ملک از خانواده بزرگیم. آره راست میگه، راست میگه. جدش میرزا آقا جلومبو جاروکش بلدیه بوده. جناب سروان، جناب سروان، خدا رو خوش میاد اینجوری دودمانی منو به باد بده. اگه بعد بگم بزنی تو دهنم، خودم میزنم تو دهنت که زبونت بره تو حلقوم. چه هنوز منو نشناختی اکبر آقا جونم؟ حالا دیگه داری تهدیدم میکنی فاطمه عرده؟ شنفتین جناب سروان؟ اگه بلایی به سری من بیاد کمش دیری سری همین ضعیفه شلخته پدر سوخته پتیاره. خواهش میکنم آروم بگیرید، شما یا باید برید تو خونه اختلافاتتون رو حل بکنین یا میفرستم تو دادگاه حمایت خانه. باشه چشم. سب کنم، یکی از اونهایی که زیر سر گذاشتم اون آقاست که پشت اخ وایستاده. اون آقا؟ آره اون آقا، به قیافش نگاه نکن، آدم حسابیست. شما اینجا وایستا تا من برگردم. یا شخص یا اخبا شما
اولا میخواستم بگم چرا این میدهن شیشه مقاضد من برادون تمیز کنه؟ شیشه تمیز اتاقا بله هرچه وقت که خوب بگذاریم شما هم میخواستم نم نمک کنیم؟ بله 440 خوارشو میخواستم برای اون خانوم خریداری کنم. بله خب اینجا دیکونه قنادی است نمک میخواییم؟ خب بالاخره اونم داری یا نه داریم؟ بفرمایید. خب ندارم راحت هم کنم مادمازل این انجری بار نرفت. آخ چرا شوهر نشد؟ یعنی اصلا نشد؟ آر چه نشد نداره دلواب هست نباش نمیذارم لنگ بمونی بیا بریم خودم درستش بیم برو بریم یه باید تمام دنیا رو بگردم بالاخره یه پرندهی خزندهی گیر میارم یه دقیقه وایسی من با یه آقام یه مذاکرهی بکنم بیام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ببخشین شما آب نبات چوبی دارین؟ چه فهم دارین؟ اون خانومو میبینین؟ اون خانوم تعدادی 350 عدد آب نبات چوبی شکلاتی لازم دارن شما دارین؟ بیا نداری؟ اینجا مینیاتور سازی است آقا آب نبات چوبی نداری؟ چه نداری؟ نداری خیلی خوب بله خب بالاخره نمیشه خب نمیشه کاریش کرد دیگه فایده ای نداره بله میگن نمیشه نخه فایده ای نداره بفرمایید بریم نخه قصه نخور کاترین جونم بازم مجبورم خودم جورتو بکشم مجبورم خودم این فداکاریو بکنم میدونی قلبم مهربون است رحیم است نازک است نمیتونم ناراحتی تو رو ببینم چیکار کنم ناچارم خودم بگیرمت یعنی مجبورم ولی تو قبلا ازدواج کرد مشکی؟ آره زن دارم اما چه عیبی داره؟ اجداد ما سابقه بر این 4 تا زن عقدی و 400 تا صیغه میگرفتن پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش نخانش پسر او مشکی تو از تمام مشکی دنیا بهتر حالا من به تو یک پاداش دارم چه پاداشی؟ این تو جای کاری بابا به به چی میبینم همگوش مرم میاد همگوش باید دیگه تله من مایدش بسونم خوشی دو میاد خیلی سلام گردن اکبر آقا سلام از بنده است اون موضوع یادم نرفته است خیال دو راحت باشه بیام خدمت دو فعلا با اجازه گردن کلفتا خدا حافظ بفرمایید اینم منزل آینده شما آه جای باستانی هست باستانیه سلام بفرمایید تو بین آدماش هم باستانیه بفرمایید تو اینجا دیگه خونه خودت نسته ها بفرمایید آبا جی بفرمایید تو آبا جی ملیه کجای رفتیم قایم شده نمه دو ببخشیم دا آبا جی بفرمایید تو آبا جی ملیه کجای شما جان داداش چون چی چیه وای سلام ملک آبا جی این تو اینم عروسی جدیده دست سپرده برو جلو آقا اینه ها تانک تانک چی چیست آبا جی به خیال میکنید اینجا جنگ شده است بگو تنک تو بری مچ احوال پرسی کن تانک یوری مچ آمد کلا یه عالم مچ عروسی خشنگم خیلی هم مچ خنگ سویجی آمو چکر هست آب جی کنون آخ که الهی کنونو آب جی کنون برم من کساش مثل پشمه چه به قربونت برم اینجا خونه خودت است تمام این خونه با اموال منقول و غیر منقول که حتی آقا مرغی برام باقی گذاشته است پیش کشه خیلی خوب حالا نمیخواد پوز بده یا مالی مالی دیدی چی میگم آقا جی برش دار ببرش تو اتاق تا من مگه بردارم بیا حالا یاد از یکش نگیم برو از مرد بشنو اون که برش دار برو برو منو بدم مالی برو بریم برو ای نه اصلا باش دست نمیدم نه جی ست تا پادس بهش دست بده جونی امه یه دنبی برای این ضعیفه تکون بده خود نیست یالا دست بده یالا مگه زوره بح داره دست میده علی حال شما کوب هست هاوو به حال شما نمیرسه جونم دوست دومیده هاوو مثل اینکه شما خیلی عصبانی هست اگه یه دفعه دیگه به میگه هاوو میزنم تو درش پرخون بشه فهمیدی؟ باش بگو دیگه هاوو چرا از من خیلی کش نیامد؟ خب معلومه است هاو چش ندارد هاو رو ببین آره چی چیز براش میگو؟ ولی من چش داشت کو نیست چه ساده است اوه چقدر گاب گشنگ گاب
بسم الله چه چیز اما اینجا گاب داریم داداش؟ لابد خودمونو میگن آقا جی. چرا اینجا گاب قشنگ هست کو قاب این یه کتم انتیک خیلی کوب آها اینو میگید خوشش میگه آره بله از خاتمای اصل است خیلی عمر داره بله خیلی قشنگ مال صفاویه هست میبینی بعضی از فرنگی ها تاریخی خودمون از خودمون بیتر میدونه آره ماشالله نگاش کن آه این گلدان هم خیلی خیلی قشنگ هست خوشش میده خیلی چی اینجاست اینم دم به خودش خاصه که داره آره هر در بس میده تاریخی است اصل است یعنی شجر نومچه داره پیشکش عروسی قشنگم قابل نداره از کسی خریفه میبخشی چی چیری قابل نداره این گلدون تو جهاز من بوده برو ندید بدید برو اصل خود رو نشون نده دیگه یه ذره بزنونم کما زیاد کردم داداش داره چی کار میکنه؟ داره کتاب مینویسه یعنی خوب مینویسه؟ آره بعدی مینویسه خب بذار بینویسه آم منم برم شربت آماده کنم سکنجه بین آب بزن آباده تو چشم باشه آخی داداشم میخواد زن بسونه میخواد زن بسونه زن فرنگی بسونه تا کور بشه چشم حسود بتره که چشم حسود بتره بیا جونم بیا جونم نتا ایوا کجا به این زودی تازه میخواستم شربت آب بزنم بیارم عروسی قشنگم رنگ میمیرد آبادی میرد خلاف عدم خب بره خلاف عدمی بزرگ داری خلاف عدمی کچی مشکی اینجا چی هست توالت هست دیگه توالت مستر آه بله بفرمی تو فرکشی نگو هنو نخورده را پس بده به تو لر بودی نیست چی تو شد کارت به این زودی تموم شد آخ نشد مشکی نتونه نتونستی خود نجات بده یه کارش میخواستی بکنی آخه او نه مشکی من اینجا آشنا نیست اجداد بیداد اینشه نخونده بودم بفرما اینا عروس فرنگیتون حالا باید سرپاش بگیرن میگه خلاف ادب نداشت چرا ولی فرنگی ها کارشون نیم خیز میکنن آخه با توالت ایرونی که آشنا نیستن طوری نیست شما امروز یه جوری سر کن خودم برای یه توالت فرنگی میخرم پولش هم هر چی باشه میدم فدای این سره حالا چی کار کرد یه دقیقه خود دو سیف دیگردار من از سای کار رو را میندازم بابا جی مواظبش باش تا من بیام داداشی نمیشه سرپاش کنی نه بابا سرپاش چی آره سرپاش بگی مشکی حالا درستش میکنم آن بله یه صندلی رو استانه میخواست که یه مش بزنیم این شفشا دیگه من لفی چی کار داری میکنی داداش چرا صندلی نازنینم رو میشکنی میخوام توالتی فرنگی براش درست کنم آبادی چی مالا درست میشه مالا فرا چرا همچی میکنی حوصله کن اومدم ای بابا اینم توالتی فرنگی حاضر و آماده مشکی خیلی ممنون مشکی خیلی خیلی ممنون نمیشه آقا چه چیه نمیشه آقا حرف گوش نمی کنی آقا بیگی آقا اشکالی نداره آقا آقای اکبر شفاف اجازه ورود رو دارن بفرمید جناب بله آقا بفرمید آقا بفرمید جناب آقای مدیر عامل آقایون من مژده دارم مژده چه مژده ای آقای شفاف از آقای مدیر عامل برسید بله بگید خوشحال بشن آقا تمام فرمایشات درست اما بیمایه فطیره آقایون باید مشتلق بدن آخه این مژده از اون مژده هاست عنوان مشتلق چی از ما میخواید جانم؟ قربان ناقابل است دستور بفرمایید 3000 تومن وام بم بدن دو سال از حقوقم کسب بذارن این مژده 300000 تومن مشتری پاش بایستده است موافقید آقایون؟ اگر موافقید دستتون رو بلند کنید مرحبت داری مرسی متشکرم والله مجبوریم 3000 تومن تصویب شد مبارک عزیز دستی شما درد نکنی مشتلقو که گرفتیم مشتر رو بده گلمون آب شد بگو باید درزی آقایونی محترم برسونم که با اجازه شما شب جمعه هفته آینده بنده با مادمازل کاترین عروسی خواهم کرد بای بای مرحمت بیاد
قربان همه دماغی سوخته میکنم. دوشیزه خانم کاترین پالمرد، آیا حاضرید شما را بعد ازدواج دائمی آقای اکبر شفاف با مهریه تعیین شده در بیاورم؟ تکرار میکنم، دوشیزه خانم کاترین پالمرد، آیا حاضرید شما را بعد ازدواج دائمی آقای اکبر شفاف در بیاورم؟ بله بگو. بله بله. قربون سرت برم، قربون سرت برم، محبت کردی. بفرمون خوش آمد، بفرمون تو اتا صفا کردی، بفرمون تو اتا. دکل شد شما لازم نشد. ای وای من باید بیام تو آب دست به دست شما لازم نشد. نشد چی چی لازم نشد؟ گفتم من باید شما رو دست به دست بدم. شما حوصله من سر برد آبجی کنوم، هیچ کس نباید تو اتاق آمد، فهمید شما؟ آبادی به دل نگیری ها، خب لابد این رسمی فرنگی هاست که شبی اول دست به دست نمیدن، خودم دست به دستش میکنم، تو ناراحت نباش. با اجازه، شب بخیر، خداحافظ. شما راست راستی که چه نمک نشناسی زن، باشد خدمتت میرسم. باشد سلام علیکم آبجی خانم. سلام علیکم، سم شما بخیر. عاقبتتون بخیر. سلام آبجی. سلام حبو. درده با سالت بخورت نگرش کنم ریخته شد میشون ساق سنبه تو ببرد. اوکی بودمر بودمرگم از بی حیاری سال زنی که مرگم بده به کلمش به خدا بی 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 دست بخته آقا داداشتونه دیگه. وای نگاه کنم. ای 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 ای
خجالت نمیکشه. لابد نه. نگاه دو من پوشیده هلا لابدونه میبره. نگاه خاکه تو سرت من پوشیده سنگین تر بودی. حالا یه چه کارایی میکنه؟ سیگار میخواد بکنه. خدا مرگم بده. این دیگه چه جورشه؟ اوی ضعیفه بیا برو تو اتاق خودتو بپوشو. خاک به سرم. کله صبحی عبادت رو ول کرده اومده دولا راست میشه و جونشو بیرون میندازه. اوی خدا منو بکشه که چه نونی تو سفره خودم گذاشتم. های نگاه کنم. مردشو نافتو ببری دلار. چه چیزایی پیدا میشه. واه واه خودو مرگم بید. قدر از خجالت آب میشه. لا اله الا الله. اینجا فرنگسون نیست زن، این کار قباحت داره. ورزش خیلی خوب، شما ورزش لازم برای سلامتی، خیلی لازم ورزش. میخوام 70 سال سه لازم نباشه. آب کی خانم؟ سرکومینه برپرید دولا راست میشه همه جونت میفته بیرون. در و بومو ببین. ای خدا بکشتم خجالت رو با شدیم. مردشون بود خجالت بکش. به شما مردشون خجالت بکشتم. بیبارم خودم بکشتم. بیبارم علیکم اکبر آقا. سلام از ماست شیدن. حساب کتابی که نداری؟ خیر اکبر آقا، تازه جم داشته باشیم قابلی نداره. بزنی مرامت خجالتمون نده. من میگم مرگ تو باور کن. نمیدونی عیال فرنگیش چه تن و بدنی داره. یه چیزی میگم یه چیزی نفی. تو از کجا میدونی؟ بله از تو بالا خونه تمام حیاتشون پیداست. صبح که میشه زن فرنگی لخت و پتی میاد تو حیات ورزش میکنه. دمدمای زورم که میشه میره تو ها. لخت و پتی میره تو ها؟ آره والا. نمیدونی چه خبره تماشایی. خجالت بکش مرد. میگه تو ناموس نداری؟ اگه یکی دنبالی ناموست تو کوچه بازار بشینه تحق بزنه تو خوشت میاد؟ شرف هم خوب چیلی از راد کی رازی؟ لالا بیرالا مرتضی بله بیا بیا تردوگم بیا اینجا دمه چه جوریان این فرنگی ها؟ باز اولش شد. اگه آر پریده تو محل خون و خون ریزی را نیفتاد من این گیستامو استم میپرشم و ماس میبرم. نگاه همم افتاد برای من خیلی بمیر حرف نزد. خیلی لازه ایده که ایک برسرم کن رفت تو ها. مادایی از دست نماز میگیری. این چی میدونه نماز چی چیه؟ نگاه کن یادی رو خود تو نماز تبوز نجنش میاد بالا. چه کیفی هم میکنه. خب این آب ندیدست که آیا لنگ پاچهش رو میندازه بیم. ببین چه جوری تن و بدنش رو ولو کرده وسط حیاتا. امیدوارم همه جور که رو تخت ولو شدی سکته ای ناقص بکنی زن. شالا اکسری اولو به بادا
باش کن اینم خبریه؟ نیچه رو میدونم مردم وقتی آفتاب تو مغزشون میخوره راه میفتن همچه دسته به دسته بیه راه بیه بی خودی نه همچه کجا میری بابا؟ کسی زیر بابا رفته؟ باش کن اینم پسر چرا لکه میری؟ خبری شده کس مرده؟ مرگی من راست میده حرم علی خان بیا بیا بابا محمد آقا تو هم بیا تو هم از اون زایده نگاه کن چی دون پشته اونا رو کنفا یکون کردن دا اینا چی هم؟ یه دست آجه می پشته اونو خونه همه اردون پاگره رو همه یه خراب کردن چی چیه؟ بایستا کنار میرن؟ اینجا که انگاه خونه ماست؟ برای کنار میرنم؟ بنچه ضعیفه بلند شو بینه؟ بلند شو گم شو پهدام از سر نگاه کن خودت رو بخشون آبروم رفت حیثیت هم رفت ببین ضعیفه چیکار کردی یا خاک بر سرم شد برو خودت رو بپوشون آبرو حیثیت ما رو از بین برد ناموس هم از بین رفت خاک بر سرم شد دیگه شما ناموس نداری من خودم هم لخشم خودم هم خودی کاره خودم اینه اکبر بیاد خونشو میدید بارو بارو کجاستش کجاستش تا دهنشو پرس خون کنم کجا هستش تا زیری مشت لغت له لغت اونجاست اونجاست اتاق خودشه اتاقش است الان خدمتش میرسم داداش جون گوش کن در چشنشون بده یه کاری بکن که بتونیم تو محل سر بلند کنیم اصلا یعنی چه این ادا چی چیست ما آدمای غیرتی هستیم الان خونین و مالینش رو ببینید غیرت چی داری که ازش بر بیا چی میکشنه خونش میریزن حالا میبینی خون جلو چش تو دیگه برای من آبرو باقی نذاشتی ضعیفه موضوع چی هست چی شد؟ این لباس رفتی تو حیات آه نباید رفت؟ نه که نباید رفت خیلی خوب دیگر نرفت بگم که تو چقدر هفکنوی الهی افرق بشه مرد نیستن ده به حجب خونی رنده دست میگوی برو بایفه داداشی ما چیز خورش کرد بگو اکبر آقا کلشی بذاره بالاتر همین روز است که نمازش خیلی نمیزن که اینجور داداشی ما پابنده خودت کرد بودو بیاد ببینید دومات به چه روز رو ده نگاه کنید یعواش یعواش یکیه که بره ایمان خوش مرد شده همچین شکل خواه ما دومات شدیم که رو شدیم اکبر بابا سلامت شد سلامت شدیم بابا نباشید سلامت شدیم خسته نباشی آقا داماد خوب تعریف کن ببینی از کجاش تعریف کنم قربان از ماه اصل از جای خوبه از همه جا جاتون خالی نباشید از محلی وام شرکت اینقدر اصل خوردم تا کندو شدم بنابراین روابط شما با مادمازل کاترین حسن اصلا اولا دیگه مادمازل نیستند و بفرمایید مادام شفاف دوما چرا روابطمون حسنه نباشید به کوری چشم دشمنون در کمال عشق و صفا با هم زندگی میکنیم من پیشنهاد میکنم اعضای هیئت مدیره یک مجلس پاگوش برای اکبر آقا ترتیب بدم من میگم رأی بگیریم که هر توش پیدا نشه بله منم موافقم که رأی بگیریم
بله رأی میگیریم. موافقین دستشونو بلند کنن. تصویب شد انشاءالله مبارک. قابل توجه آقایان محترم اعضای هیئت مدیره، شب جمعه جاری مجلس پاگوشا از طرف شرکت برگزار شده. خواهشمند از آقایان اعضا همراه با بانوانشان حضور به هم رسانند. سلام عرض میشه. سلام خانم کاسیلی. سلام آقایون. سلام عرض کردم. سلام عرض کردم. حتی مریض تو خونه دارن اینطور نمیشه؟ اتفاقا پیشبینی شما درسته اکبر آقا. ببینم شما کجا میدونید واقعا اصلا باری کرده. اختیار دارین آقا بگه ما این چیزا رو ندونیم که برای لط جرز خوبیم. بفرمایید. بفرمایید. بله چه صفا صادقا. سلام عرض سلام آقا. چشم ما روشن. انتظار دیدن شما رو داشتیم. آقایون اجازه بدید در خدمت خانم کاتلین بریم بالای میز. باشو بریم منزل. باشو قربونت برم. وای الهی که درد و بلات بخوره تو کاسه سریعه. اجازه بدین در خدمت باشم اکبر آقا. اکبر آقا اتومبیل من در در حاضره. اصلا نرد نکنه بیا بریم که گندش در نمیده. من رول خود علی بازی کردم. خیلی خوب شد. الان تو برو دم در وایس تا من بیام. خدا به دور بابا چه روی داره هم تو زل زده و بر رو بر منو نگاه بکنه. به جونم چه بوی قرمه سبزی اینجا پیچیده. به 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 دست درد نکنه. به 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 آکله بگیری با چی چی داری درست میکنی اینجا. چه بو گردی میدید ای گربه دستت به گوش نرسی گفی بی مودت. تو با اون روت بیاد خاک به تو سر بد ذات مون رو نت به تیفه کند. حالم به هم خود این دیگه چی چیست که میخواد به خورده داداشی من بده. چه میدونم زنی که فرنگی با اون نهارش خودشو پاک مسخره کرده. حالا خورش ده تا افتاده. با با چه قول قولی میزده. الان میگم چی کار باز بکنی. ما که خوردیم اما تعدلمونم نگرفت. الان خوراک دوم به شما داد. خوراک دوم؟ خوراک اول دوم کدومه؟ ببینیم حالا دومیش چیه. واه آزادند؟ این دیگه چی چیست ضعیفه؟ برش دار بندازش تو مادی برش دار. شما لازم کرد خیلی خوشمزه. من به گوری پدرم میخندم که بکنم بهش میگم که من میترسم میگه بکو. هنوز داره راه میره. زرگو بذار بادش بزنم پا خود بوش دراد. آره بذار بوش برم همشم بزنم. چه بوی قرمه سبزی میاد. آخیش دلم برای یه لقمه قرمه سبزی پرده. آه شما نشست. شما لازم نشست. ترک تمام شد مال من. آه بو قرمه سبزی خودمون آدمو مست میکند کاتری. صبر کن صبر کن صبر بزنم تو خوب بش بش بخور. بیا اینجا بیا اینجا بس گوش بده. بیا پنجره صبر کن بادش بده. آه
عطر قرمه سبزی لا مصرف تو تمام اتاقا پیچیده. خب مشکی، حالا لازم شما ظرفه رو شست. چطور شد؟ من ظرفم؟ بله، من کراک بود، شما ظرفه شست، فهمی؟ کدوم کراک؟ من که چیز نخوردم. بسون بشوف، برو جونم، برو زود بس، بوده بینم چکاری کنیم. کیه؟ خودم مرگم بده، داری ظرف میشونی؟ کار کردن که منگو آر نیست. پاشو، پاشو، خدا ذلیلش کنه که تو رو به این روز انداخته. من نمیتونم ببینم که تو داری ظرف میشونی، بیا تو برو قرمه سبزی توی گوشه بخور تا منم ظرفا رو بشورم. بگیر باشه. برو قرمه سبزی تو بخور. من برو قرمه سبزی بارم. سفر کن اگر تک سفر شدی هل اوکی وای خدا شوشو ببخشین خانم چشام تا به تاس انگار علیزی اومدم کوچه نگارستان کاشی شماری چند کجا سر داره بردیم امشب؟ اکبر آقا منزل منزل خودتونه بفرمایی چه امشب؟ کجا سینجا امشب ما سر داره بردیم ایشون که سلام بفرمایی نداشتیم سلام به روی ماهدون و قربونی اون جمالدون اما حیف که امشب نوبتی اونست و الله کاری میکردم که یه جایی گله باقی نمونه ملی جونه آه دستتو بکش کنار اوش منو کشته است خلاصه نمیتونم امشب از دل بکنم برو تو اتاقه تا منم دنبالت بیام همونجا بی خودی به خودت وعده نده اخشی این بلا کم تو جفا کن ولی کلا چه زلفی و چه آلاگارزونی آه چه رخت لباسی و آخ چه وزیکی و آخ چه تختی و چه وقتی آخ بخ چه کم که فرامونی آخ منی جونه زنمی و وصله این تنمی بگونه کنه اکبر دیلمان من امشب تا بودید خیلی زیبا شد تاج و کچه را قبلا آرایش نکرد با دیدن هاوو من خیلی حس کرد تحسید احساس حسود کرد بلاکاره هاوو مال من شوهر ملکوت از من گرفت شاید آنها بعد از سالها کشبکت شد حالا فهمید هاوو بد
خیلی خوبیه زن. به سبکنی بکنی میگم چرا دیم هی این حالی بکنی میشی که خدا من خوشه نیست بیا سریع پاکرام دیدیم خوب بنداز این چه کار داری میکنی پتورو بنداز پتورو بنداز بسن دیگه این چونه بستم آقا آده رقص پیشونه بسن آبا جی ملی جونم، ملی جونم، من نمیخواد برد خسته کنی برو دراز بکش، میترسم گرمایی بشی یا اکبر آقا جو خیلی قربونی من فهچیدنت برم ملی جونم، من نمیذارم تو دست سیاسفید بزنی یه ما چند بده آبرو اکبر آقا اجازه بده چایی بریزم جونه اکبر نری، به مری پاشو، پاشو، پاشو برو آبا جی، یه جا پنگ کن ملی دراز بکش من هم لازم است کمی گردش کرد شما لازم است کار کرد بخاریدیم خوب شده سر نفهمیدم آبا جی پده سوخته تو هم هوایی شده نگاه نگاه کن بسی کرن به خودش میلیزه راه میده یه را اتفراشه نگاه کن های بچه ها کجا های بیان هندونه بخوری اومدم ملی جونم بیا یه قاش هندونه بخور دهنت خنک بشه اومدم آبا جی تو هم بیا کاترینی تو هم بیا من از گردش کردن اومد جانم گلی نار سند نمیخورم جون من بخور جونم نمیخورم بخور بیا بیا بخور عزیزه مثل یه قند که دهنی توتی میذارن بیا جونی من بخور مشکی آه که کاترینه رو لخت بتی برداشتند و رفتن کاترین چی تو شده نفهمیدم کار چی تو شده بگو بینم آره مشکی پول مال من در کیف در ساک دوست نبود نفهمیدم چی میگوی کاتری کیف مال من زیر مگوا ساک بود من فکر دوست بود اما دوست نبود راست بگوی نه خب اقلا خدا رو شکر که پیشی تو فرنگی رو سفید شدی آبا جی اون دیگه چشه است کاترین تو هم بیا بیا بینم آبا جی ملی تو چه بس ماده دردتون دونم چی چیه؟ هم بگو بینم بخانه بس نمیدونم چه شد خدا اون که به دنیا نیاره بگو چی تو شده است چرا منقلبه بس آخه آبا جی ببین چرا منقلبه بس چی تو شده است درد تو سرم بخوره بگو بینم چه شده است بگو بینم چی چیه؟ چه شد چه عمقی سر بزر چه چی دوما چه چیه آبا جی چرا به من نگو منو بذار کنار تو که من نصف العمرم کردی آبا جی ده بگو چی تو شده ده بگو چی تو شده آره چی تو شده اکبر آقا جون ولی هتون هم بنه حاله ما بابا شده من بابا شده آرده من بابا شده من بابا شده آبا جی بگو بینم پسره سیاد اخته شد نو پسره پسره دارای دارای برم دمی سرباز کنه ببینم حدمتش که تموم میشه آبا جی بیریم بیریم دارم دارم قربونت برم ملی جون اکبر آقا فردا صبح میرم محضر و تمام اموال منقول و غیر منقول و به اسم بچت میکنم قربونه غیر منقول من قربونی بچه و مادری بچه و همه ای بچه برم بلند شو بلند شو درد و بلا بگره تو خاصه کرم بجارم روشن شو بچه برم بچه برم بچه برم
تلفن چی اکبر شفاف باید اخراج بشه. منم تایید میکنم، مساله شرکت رو در نظر نمیگیره. آقایون نسبت به اخراج اکبر شفاف رأی میگیره. دستا بالا. بسیار خوب، متشکرم، تسلیم شد. سلام عرض شد آقایون. سلام آقا. سلام راجید. چرا قربان؟ چه کوتاهی در انجام وظیفه کردم قربان؟ وظایفی که هیئت مدیره به عهده شما گذاشته خوب انجام ندادید. خان حق با شماست آقایون. همونطوری که اطلاع دارید به علتی وصلت با خانمی کاترین بیشتری اوقات اداری صرفی توجهی به ایشون شد، ولی خوشبختانه باید به عرض آقایون برسونم که خانمی کاترین با بنده متارکه کردم و فردا بعد از ظهر خونه بنده را ترک میکنن. این ترتیب خانم کاترین تنها و بی سرپرست میمونن، از انصاف به دوره. حق به جانب شماست آقای مدیر، راستش خودم هم دلم میسوزه، اما میگون چیکار کنم، دستم خالی است. مخارجی دوتا زن با این مواجبی که من دارم جور در نمیاد. بالاخره قسمت این بوده است، طفلکی دختره ملوز تنها و غریب کو به کجا پناه بیاره. خدا کنه دی آدم خیری پیدا بشه و مادمازل کاترین از زیری پروبال خودش بگیره. بسیار خوب، تو فعلا برو پیکارت، برو جون. بله قربان، من رفتم پیکارم، اصلا من رفتم گم بشم آقایون. خدا حافظ. سعی شما کم نشه. قرامت زیاد به کرکرای ادارم برادم کورکوری میکنم. نه یه تغذیر نمیشه، باید بهره برداری کرد، ولی نه تو این دیگه باید دست به گاه. مدیر عامل منتظر دستور شما هست. آها سه؟ بله آقا، امر بفرمایید آقا. خوب گوش کن، از این ساعت تا فردا تو مأموری که جلوی منزل اکبر شفاف پاسداری بدی، فهمیدی؟ چشم آقا. برای فرصت خروج خانم کاترین از منزل و بعد از اون محل اقامتش رو در هر جا که هست به من گزارش کنی. اطاعت میشه آقا. دو سه ساعت بیشتر تو نمیدیم. حالا سه لحظه بیشتر وقتی آیا شب میبینی که باید بریم مهمونی قول بگم. خیلی باشه، چشم. میاد نره، رسیدی یه تلفنی چیزی بگم. حتما تلفنم میکنم، برو تو عزیزم. منتظرم، خدا فرز. باشه، خدا فرز. چطوره بیا مداره دنبالت ها؟ خیلی خوب، برو خدافز. خانم سلام عرض کردم، در حیات نوندین عرض دارم. سلام علیکم. آقا اونجا تشریف بردن؟ دفتانه داره کمیسیون، اداره کمیسیون تشریف بیارین بالا تو من کمیسیون باقیه نشون بدم. جریان چیه؟ تشریف بیارین خانم، برنامه مچ میگیریه. سواشی تعرض کنم خدمتون، برو بینم تاکسی مطل نشو، برو دنبال اون ماشین. تو که الان هم شرکت اومده؟ آره میدونم عزیزم، ولی یک کاری خیلی مهمی پیش اومده، بالوش برم. خدا سلام علیکم آقای مدیر. سلام علیکم. ببینم تو نیستی کلکی جور. آره را میخواد جور. خانم سلام عرض شد. سلام علیکم، با کی داری بای بای میکنی؟ شوهرم دیگه. شوهره تو گذارم؟ در کمیسیون دیگه. تشریف بیارین تو بالا، تو من حرفی نزد کنم. در رو بندی، بری بالا، بری بالا فرمو خانم. آقای راننده مطل نشو، برو دنبال اون ماشین مینم تا من حالی خانم رو کنم قضیه قرار ده. بیا بریم دوار زود میرم. دوار برو بیره یه شب دیگه دیگه نه بگیرم. هر شب چه کمیسیونی داره؟ نمیدونم والا دکون وای کردم. آتیش میگیره این شرکت. خانم سلام عرض شد. سلام کمیسیون. سلام سلام خدا. سلام سلام. خانم تشریف بیارید آقایون کجا رفتن؟ خانم شما چه برنامه مچ میگیری؟ سواسی داشتی؟ سواسی مطلع داشتی خانم؟ مچ میگیری؟ میخوام به خانواده خدمت کنم. به خانواده خدمت کنم. میخوام به تمام جهان دنیا خدمت کنم. یالا مطلع نشو. برو مینم راننده تاکسی. پاتی جونم بیا بگو. دو دفعه بودم مارچ کنه از زیرش رد شد. خوشومه دی کاترین خانم. هاوو شما لازم من فراموش نکرد. مگه میشه فراموشت کنم؟ من امیدوار هست بچه من شما پسر یا دکتر سالم شد. قربونت برم کاترین جون. اگه بچم دختر بود اسمشو میذارم کاترین که همیشه یاد تو باشم. باور کنه هیچ وقت فراموشت نمی کنم. شما لازم قبول کرد که من همه شما دوست داشت. کاترین جون الحمدلله با آرزوت رسید. یا کتابت هم تمام شد.
بله کتاب خیلی خیلی کامل شد. کتاب پر شد از خاطرات خوب و شیرین مال ایران. این بزرگترین آرزو مال مامان به آرزو رسید. چون بین خیلی دیر شد اسمی ترسم جابون اینا عبجی کنون من لازم شما بوسیم. وای قربونت برم کاتی جون. خب بوبو تو آخر باریه چه خوب شد یا به سلامت خیلی خوش اومدی قدم رنج فردینا کجا حفظ عبجی کنون به سلامت سفرت بخیر. ملیه خانم تاکسی الان در میره بابا دیگه زودتر میان دیگه. شما به من خیلی محبت نه بابا چه محبت کردی اصحاب خجاره سلام علیکم خیلی خوشحالم بفرمایید پنجره نشینی خیلی متشکرم بفرمایید خداحافظ وای چقدر خداحافظ خداحافظ خوشحالا چه خبرش؟ تلفن نکردم. چی شد؟ مدیر جان. الو. الو. چی؟ آتش نشانی؟ ای بابا آتیکمون کجا بود؟ شما نمی‌دونید تالاشو برادون چه کلاهی سر دوم می‌ذاشتن؟ الو 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 با چی؟ چی شده؟ خب خب پست شما تا سر اون برو جانم بارون یه نفر محترمانه توزیده الان اون ور خیامون پارکش کرده محترمو توزیده کدوم موتور؟ اون یکی بله اینا خودشه آقا با شما هم خب مرسی یه لحجت آقا با شما هم مگه چاری اون پشت به بابا پشت یه لحجت ببرش خلاصی کار همونیش میگه مالیدن اومدن یالا روانم در کار کنیم پیادشی من از آن به موقع رسیدی بفرمایید حالا هم یه چاره میگیری بفرمایید تو فرسکا بفرمایید خانما کنسیلی مسترکت دل به حمایت اسم و زندگی و خانواده بفرمایید کنسیلی اداری بکنید
خوشبخت شد. من امیدوار هست که شما پسر داشت. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا یارت باشه. نگهدارت باشه.